های گایز، به چنل خودتون خوش اومدین. توی این ویدیو میخوایم بریم ببینیم چقدر داخل این دنیای فیلم و سریال و انیمه و انیمیشن هم تونیم زندگی کنیم. لیتس گو. خب قبلا دونه ویدیو براتون گذاشته بودم که داخلش تقریبا تمام دنیای انیمه ها و یه دونه ویدیو دیگه گذاشته بودم که داخلش تقریبا تمام دنیای کارتون ها بود و داخل این ویدیو قرار رندوم از تمام دنیای فیلم و سریال و انیمه و انیمیشن ها به ترتیب از بیشترین تایمی که میشه زندگی کرد تا کمترین تایمی که میشه زندگی کرد رو بریم بررسی کنیم و بریم ببینیم که قراره چی داشته باشیم. خب اولیش که نورلنده که واسه پیتر پنه و داخلش هیچ وقت نمیری، تو یکی دیگه از ویدیوهام این نورلنده بودش. بعدیش آزگارده که توش 5000 سال میتونی زندگی کنی و این واسه سوره داخل فیلمای مارول. بعدیش واکانداه که این واسه بلک پانتره و اینم واسه فیلمای مارول و داخلش 100 سال میتونی زندگی کنی. توی کره زمین این واکاندا ولی بهترین تکنولوژی رو داره با ویبرونیوم. بعدیش اسپرینگفیلده که فکر میکنم یکی از شهرهای فامیلی گای باشه، مطمئن نیستم اینو. هاوکینز هم که 79 سال داخلش میتونی زندگی کنی، اینم دقیقا نتونستم بفهمم واسه یه چه دنیاییه ولی واسه یه فیلم قدیمیه ظاهرا. و کال سیتی این واسه استار وارز و 78 سال داخلش میتونی زندگی کنی، شهریه که بر فرض ابرام است، چه جای خفنی به نظر میاد. دنویل هم که داخلش میتونی 70 سال زندگی کنی، ولی دشایر که داخلش 60 سال میتونی زندگی کنی، این واسه هابیتا داخل تپه ها خونه ساختن و خیلی خونه شون هم باله و گاندول فقط خواست وارد این خونه شه، سرش گیر کرد به این دره بس که خونه شون کوتاست. خب خود هابیتا هم خیلی خیلی کوتولن ایاتون باشه. کریستال کاو که واسه اسکوبیدو و شگی بود اگه یادتون باشه، کارتون اسکوبیدو، 55 سال داخلش میتونی زندگی کنی. هوویل هم که 53 سال میتونی داخلش زندگی کنی، واسه گریچ بود و اینم اوکیه. یورک نیو سیتی 50 سال داخلش میتونی زندگی کنی، واسه هانتریکس هانتره، انیمه هانتریکس هانتر که واقعا هم خفنه. لانگلی فالز هم که 35 سال داخلش میتونی زندگی کنی، واسه امریکن دده. والکان هم که یکی از سیاره ها فکرم داخل استار وارز باشه که میگه داخلش آب کم هست ولی اکسیژن تا بخوای هست و میتونی ظاهرا یه غذایی هم پیدا کنی و 32 سال داخلش زندگی کنی، یه همچین حالتی. کوهاگ این واسه فامیلی گایه و داخلش 30 سال میتونی زندگی کنی. سوکوویان که 29 سال داخلش میتونی زندگی کنی، واسه مارول که میگه قبل اولترانم که حضور پیدا کنه داخل این شهره به اندازه کافی خطرناک بود و بعدش هم که انگاری خیلی خیلی خطرناکتر شده دیگه طبیعتا. پارک جنوبی هم که داخلش 27 سال میتونی زندگی کنی، واسه اریک کارتمنه. قلمروی کوانتومی که داخلش 20 سال میتونی زندگی کنی، واسه مارولی که بعد از نظر بگیر 20 سال داخل اینجا زندگی نمیکنی، داخلش چند دقیقه بیشتر نمیتونی زندگی کنی ولی همون چند دقیقه اندازه 20 سال زمین میگذره داخلش و این جالبش میکنه قضیه رو. منطقه 12 که 15 سال داخلش میتونی زندگی کنی، واسه هانگر گیمز. کلا داخل هانگر گیمز منطقه است و اختلاف طبقاتی هست داخلش و این فکر میکنم یکی از خطرناک تریناش بود که داخلش خیلی غذا و همه چی کم بود. کونوهاکاگوره که داخلش 10 سال میتونی زندگی کنی، واسه ناروتو. مترو سیتی هم توش 5 سال میتونی زندگی کنی و واسه میگا مایند. بلوود هم که واسه بنتن بود و توش 3 سال میتونی زندگی کنی. و جنگل ممنوعه که واسه هری پاتره توش 15 ماه میتونی زندگی کنی، اگر که جونورش دخلتون نیارن البته و خیلی واقعا سطح هوشیاریت بالا باشه و از عنکبوتا و خیلی چیزای دیگه بتونی نجات پیدا کنی. و بازم به نظرم خیلی خوب دو میاره کسی که 15 ماه داخل اون جنگل زندگی کنه. توی 300 اسپارتا 14 ماه میتونی زندگی کنی، واسه فیلم 300 چرت و پرت ترین فیلم دنیا که خیلی عظمت ایران رو سعی کرده زیر سوال ببره ولی نتونست حتی چیزش کنه. نگم براتون دیگه. جامپ سیتی هم که 12 ماه داخلش میتونی زندگی کنی، واسه یکی از فیلم های دی سیه. موسو تافو هم که داخلش 10 ماه میتونی زندگی کنی و واسه ماهیرو آکادمیه. دارن هی کمتر از حتی یک سال میشن و واقعا خطرناک میشن دنیاشون. سیون که داخلش 8 ماه میتونی زندگی کنی، واسه ماتریکسه. موریا هم که داخلش 7 ماه میتونی زندگی کنی و واسه جوجوز بیزاره، جوجوز بیزار ادونچر که واقعا یه انیمه خفنه. واقعا کلا همه این چیزایی که داخل این لیست بهتون معرفی کردم همه‌شون به نظرم خفنن،
ماتریکس و ناروتو و جوجوز و ماهیرو آکادمی و همه چون گادن هستن. داون ایسلند که وسیع وانپیسه. وانپیس واقعا طبقات مختلف داره، جای مختلف و تایمای مختلف، و این جاییه که لوفی داخلش بزرگ شد با ایس و اون یکی سابو و توی 6 ماه میتونی زندگی کنی و فکر کن لوفی داخل اینجا دوم آورده و بزرگ شده داخلش و خب خیلی جای داغونی بود دیگه، ولی واقعا نایس بهش که اینم هم دوم آورده. توی گراویتی فالز آبشار جاذبه 4 ماه میتونی زندگی کنی و واقعا هم یه انیمیشن دو فصل خفنه، خیلی دوستش داشتم. کاراکورا تاون توش 42 روز میتونید زندگی کنین و اینم واسه یه بلیچه، یه انیمه خفن و نسبتا طولانی. لند آف او داخلش 25 روز میتونید زندگی کنین و اینم واسه ادونچر تایمزه. و نارنیا توش 22 روز میتونید زندگی کنین که واسه خود فیلم نارنیاه و ایاتون باشه یه کمدی بود که میرفتی داخلش بعد وارد یه دنیای دیگه میشدی که وارد همین نارنیا میشه گفت میشدیه و کلا هم اینم فیلم جالب بود دیگه و خوبه واقعا به نظرم 22 روز داخل اون همه جنگ و چیز میزای متفاوت. واندرلند هم که داخلش 21 روز میتونی زندگی کنی واسه آلیس در سرزمین عجایبه. گاد هام هم که 20 روز داخلش میتونی زندگی کنی و واسه بتمنه و واقعا که 20 روز هم به نظرم زیاده بین اون همه جرم و جنایت و واقعا هم به نظرم خفنه. تاتوین که داخلش 14 روز میتونی زندگی کنی واسه استار وارزه. توی میشن سیتی 12 روز میتونی زندگی کنی واسه ترانسفورمرز تبدیل شونگان که واقعا هم خفنه و واقعا جنگ ها هست اینجاها. توی زد سیتی 10 روز میتونی زندگی کنی که اینم واسه سایتاما بود، واقعا 10 روز خیلیه، واقعا خیلیه. در لحظه میبینی نصف شهر داره اصلا نابود میشه، سایتاما یه مش میزنه اصلا یه منطقه پودر میشه اصلا. 10 روز واقعا خیلیه. کینگز لندینگ هم که توش 9 روز میتونی زندگی کنی و اینم واسه گیم آف ترونزه. مانستروپولیس توش 5 روز میتونی زندگی کنی که واسه این کارخونه هیولاهاست. سنترال سیتی که توش 3 روز میتونی زندگی کنی و این واسه دراگون باله. ده تاون هم که برای هپی تی ریفرنزه توش 2 روز میتونی زندگی کنی، یه کارتون که همه چی خیلی کیوته ولی به محض اینکه شروع کنی به دیدنش سراس که داره قطع میشه و اصلا خونه که میپاید شو اصلا نگم براتون. 2 روزم واقعا زیاده. پاندورم که توش 18 ساعت میتونی زندگی کنی، یعنی فکر کن حتی از روز هم گذشته کمتر از 24 ساعت و این هم واسه فیلم آواتاره و خب کلی آدم فضایی طورن دیگه توش و منطقه که واقعا 18 ساعت. توی اسپرینگ وود که واسه ناتمند آن الم استریته 17 ساعت میتونی زندگی کنی و این واسه یه فیلم ترسناکه. توی جوراسیک پارک 10 ساعت میتونی زندگی کنی، یعنی میشه گفت داخل عصر حجر توی دنیای دایناسور و اینا 10 ساعت بیشتر نمیتونی زندگی کنی با وجود اون همه دایناسور و جک و جینور وحشی سری که تازه واقعا به نظرم 10 ساعت زیادم هست. دقت کنید تمام این تایمایی که داره میزنه واسه یه آدم واقعا آماده و رو فرم، نه حالا کسی که مثلا اون قدم نه ورزش میکنه نه چیزی، و میگم 10 ساعت خیلی واسه یه آدم عادی. توی هوس هم 7 ساعت میتونی زندگی کنی که این هم واسه استار وارزه. متروپولیس هم توش 2 ساعت میتونی زندگی کنی، کلن 2 ساعت، و این هم واسه سوپرمنه ولی واسه انیمیشنش اگه اشتباه نکنم. توی جنگل های جومانجی کلن 20 دقیقه میتونی زندگی کنی که باید در نظرم بگیرید راک داخلش هست و هم داشت از باقی محافظت میکرد، مثلا همین که هر کدومشون 3 تا جون داشتن و با وجود 3 تا جونشون هم هر کدومشون یه دونه جون بیشتر داخل جنگله برایشون باقی نمونده بود، انقدر که مرگبار این جنگله. توی سیاره کرومالون کلن 2 دقیقه میتونی زندگی کنی که واسه یه ریکن مورتیه. توی آتلانتیس 1 دقیقه و نیم میتونی زندگی کنی که خب یک شهر زیر آب دیگه و خب 1 دقیقه و نیم هم نهایتش بیشتر نمیتونیم نفستو نگه داری، منطقیه. توی سیاره لولا هم کلن 15 ثانیه میتونی زندگی کنی که اینم واسه استار وارزه و یک سیاره در حال فروپاشیه و 15 ثانیه واقعا زیادم هست. و مرسی که تا این آخر ویدیو رو دیدین. دنیای کارتونا و دنیای انیما رو میتونید برید ببینید کاملشو و تا یه ویدیو دیگه فعلا.